سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم تا اینجای روز اوقات خوبی رو گذرانده باشین و اوقات بهتری هم پیش رو داشته باشین. خوشحال میشیم که با نظرات، پیشنهادات و انتقادهاتون ما رو در ارتقای برنامه‌ها یاری کنین. حساب‌های فردای ما روی فیسبوک، تلگرام و اینستاگرام در خدمت شماست. مهاجرت نخبه‌ها یا فرار مغزها یکی از بحران‌هایی که طی سال‌های اخیر بیشتر هم شده. طبق آخرین آماری که وزیر علوم کابینه آخوندروحانی در سال 92 اعلام کرد، سالانه 150 هزار نفر از نخبه‌های ایران مهاجرت می‌کنند و 150 میلیارد دلار از این بابت خرج می‌شود. روزنامه حکومتی خراسان در این رابطه نوشته: آمارهای سال‌های گذشته نشان می‌دهد که 62% از دانش آموزان مدال‌آور المپیادهای علمی ایران به خارج از کشور و عمدتاً به کشورهای توسعه یافته چون آمریکا و کانادا مهاجرت می‌کنند. بعد هم اضافه کرده که خیلی از دانش آموزهایی که در ایران تحصیل می‌کنند، ایده‌آلشون این هست که بعد از دوران متوسطه در خارج از کشور تحصیلاتشون رو ادامه بدن. علت این موضوع علاوه بر برخوردهای سرکوبگرانه رژیم و نبود حداقل امکانات تحصیلی و آموزشی در دانشگاه‌ها، بیکاری و بی‌آیندگی شغلی است. اکثر دانشجوهای پزشکی که قصد مهاجرت از ایران رو دارن، علت رو عدم امنیت شغلی، یأس و ناامیدی عنوان کردن. وضعیت به قدری خرابه که حتی رسانه‌های حکومتی و منابع حکومتی هم عنوان کردن از هر 125 دانش آموز المپیادی ایران، 90 نفر در دانشگاه‌های آمریکا تحصیل می‌کنن و از هر 96 دانشجویی که به خارج از کشور اعزام میشه، فقط 30 نفر به ایران برمیگردن. میگن چون قافیه تنگ آید، ملا به جفنگ آید. حالا که انواع و اقسام گشت‌های ارشاد رژیم به بنبست رسیده، نشستن فکر کردن و یک گشت جدید اختراع کردن. گشت لباس‌های بی‌دکمه و شلوارهای پاره. رئیس اتحادیه پوشاک رژیم گفته مدهایی مانند شلوار پاره و مانتوی بدون دکمه در کشور ما جایی ندارد. ما کاری به کشورهای خارجی نداریم و مدهای موجود باید در شأن یک مسلمان و ایرانی باشند. لازم باشد نیروی انتظامی وارد می شود. این اقدامات قبل از هر چیز نشون دهنده اوج ضعف و زبونی دیکتاتوریه که برای قدرت نمایی پوشالی و تظاهر به داشتن ثبات مجبور چنین بهانه‌های مسخره‌ای برای کنترل و سرکوب مردم خودش جور کنه. اما تا جایی که به مردم و جوانهای ایران برمیگرده، این طرح هم مثل سایر طرح‌های رژیم پیشاپیش شکست خورده است و نتیجه‌ای نخواهد داشت. اولین اظهار نظرهای وزیر ارتباطات جدید آخوندروحانی که یک بازجوی سابقه در مورد فضای مجازی منتشر شد. توی یکی از مصاحبه‌هایی که از جهرمی کردن در راستای ادعای آخوندروحانی برای باز کردن فضای اینترنت و فضای مجازی ازش سوال می‌کنن که کی توییتر رو رفع فیلتر می‌کنی. اون هم که اول کاملا این موضوع رو از سر وزارت ارتباطات باز می‌کنه و میگه ما که فیلتر نکردیم که بخوایم رفع فیلتر کنیم. بعد هم به اینکه خودش از توییتر استفاده می‌کنه اعتراف می‌کنه و میگه که این موضوع یک موضوع اخلاقی نیست، بلکه امنیتی. خب وزارت ارتباطات که توییتر رو فیلتر نکرده که من بگم کی رفع فیلتر میکنه. طبیعتاً در واقع نهادی که تصمیم گرفته به فیلتر توییتر بنابر یه ملاحظاتی انجام میده. این ملاحظات هم توییتر داره مزون اعتراض. بله بنده خودم هم توییتر دارم استفاده میکنم، اما ابزار مناسبی است برای دیپلماسی عمومی، برای برقراری ارتباط با مردم دنیا، برای اظهار نظر تو موضوعات. به نظرم میرسه اینکه ما رسانه‌مون رو محدود کنیم در تلگرام که فقط مردم خودمون هستن، این استراتژی خیلی خوبی نیست. بله. اما واقعیتش اینه که دلیل فیلتر توییتر موضوعات اخلاقی یا موضوعات فرهنگی نبوده. موضوعاتی بوده که مرتبط با حوزه امنیت ملی بوده. بایستی مذاکره بکنیم، صحبت بکنیم. قطعا ما تلاشمونو میکنیم که صحبت بکنیم و به یه جمع‌بندی برسیم که این اتفاق بیفته. بله، امنیت ملی ترجمه امنیت نظام و امنیت آخوندهاست، چرا که اونها دشمن هر نوع آگاهی بخشی، اطلاع رسانی و فرصت بیان حقیقت هستند. یادمون نرفته که فیلترینگ توییتر برمیگرده به سال 88 وقتی که قیام علیه آخوندها بالا گرفته بود و خطر سرنگونی رو احساس میکردن. خطری که این روزها تکرارش رو احساس میکنن.